یکی از ویژگی های دین اسلام کمال و شمول دین است دین ما یک دین کامل است یک دین شامل است نماز چی است در دین ما؟ ستون دین است درست است؟ ارکان پنجگانه اسلام که همه ما با او آشنا هستیم اینا پایه ها و اساسات دین است سقف این چی است؟ سقف این دین قلت و اسلام الاسلام چی است؟ جهاد است دین ما یک دین کامل است مانند یک خانه است مانند یک قلعه است ستونها دارد اساسات دارد و سقف دارد این قله دین ما چی است؟ ضرورت الاسلام چی است؟ جهاد است امروز بذارید گاهی اوقات وقتی من این صحبت ها رو می کنم میدونید که همه با ما چپ هستند به خاطر سراحت و آه آه که با کسی مجامله نمی کنیم حرکت اخوان المسلمین تقریبا شاید حدود 80 90 سال عمر دارد درست بله. این حرکت چرا در هیچ جای دنیا نتوانست پیروز شود من یک ایم... جهاد نکرد. نکرد آفرین جهاد نکرد همیشه اصلاح فرد اصلاح مجتمع اصلاح خانواده شعارشان است نه فرد اصلاح کن خانواده را اصلاح کن جامعه را اصلاح کن فردم اصلاح شد خانواده هم اصلاح شد جامعه هم اصلاح شد فرزندت اصلاح میکنی میفرستی در در مدرسه در اونجا بعد از دوازده سال یک انسان سیکولر از اونجا خارج می شود چرا چون اسلام دین کامل است تو خانواده را اصلاح کردی نظام رو اصلاح نکردی جامعه رو اصلاح کردی تعلیم و تربیه را اصلاح نکردی آموزش و پرورش اصلاح نکردی رادیو تلویزیون را اصلاح نکردی را و روزی هم که به قدرت رسیدی مانند مصر یا مانند تونس روزی که به قدرت رسیدی یک شبه آمدن کودتا کردن گلمتان رو جمع کردن شما یک گلوله هم شلیک نکردی چرا؟ چون اصل جهات رو کنار گذاشتن در جایی که دین رو با کمال و شمولش گرفتن مثل مثلا حماس در غزه مثلا یک نمونه با وجود همه ملاحظاتی که دارن اینا یک نمونه امروز در مقابل همه دنیا دارن مبارزه میکنن من یک روز گفتم در یکی از برنامه هر دعوتی هر عرکتی هر حزبی که از 23 سال زیاد تجاوز کرد و نتوانست جامعه ای را اصلاح کند و تغییر بدهد، یک اکس سرش بکشید یکی دوستان گفت چرا 23 سال چرا 22 20 25 چرا 23 23 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم از صفر شروع کرد از عقیده و ایدئولوژی شروع کرد در بکه تا اینکه بعد از وفاتش یارانش نصف دنیا رو گرفتن در ظرف چند سال گرفتن در ظرف 30 سال گرفتن پیامبر چند سال زحمت کشید 23 سال زحمت کشید امروز بعضی از احزاب ما عمرش 90 سال 100 سال 80 سال 50 سال هنوزم که هست همین در همون هیچ هیچ مراجعت نیست بازبینی نیست ببینید شما مریض میشید میرید پیش دکتر دکتر شما رو میفرستد لابلاتوار خون شما رو چک میکند عکس از شما میگیرد اکسره میکند به خاطر چی؟ تا مرض شما رو تشخیص بدهد ما این حرکت هایمان احزابمان اینا رو هیچ وقت اکسره نمی کنیم هیچ وقت اینا رو لابلاتوار نمی فرستیم هیچ وقت اینا رو نقد نمی کنیم اینا برای ما شدن انسان های مقدس شخصیت های مقدس احزاب مقدس امروز مثلا در مورد به بن گپ بزنن آره گپ نظر که اینا مجاهد بودن جهاد کردن نه خیر اینها باید بیان امروز جواب بدن به ملت اخوان المسلمین حرکت های جهادی حرکت های اسلامی که در سراسر دنیا بودند، اشتباهاتی انجام دادند که امروز باید این اشتباهاتشان را درک کنن و خودشان را اصلاح کنن وگرنه همین سلسله دوام خواهد کرد پس برادر عزیز اسلام یک دین کامل است اسلام دین جدا باشد سیاست جدا باشد را نمیشناسد این کسی که میگوید من به سیاست کار ندارم اون معنی این است که او به اسلام کار ندارد چون در اسلام سیاست عین دیانت است دیانت عین سیاست است در اسلام دین سیاست جدا نیست این عقیده کسانی است که به اصطلاح در غرب این فکر اندیشه را گرفتن که دین باید داخل کلیسا باشد با حکومت کار نداشته باشد و با حکومت به کلیسا کار نداشته کلیسا با حکومت کار نداشته اما دین ما دین سیاست است دین اقتصاد است دین جهاد است دین مبارزه است دینی است که همه شون زندگی انسان را می تواند تنظیم بکند کافی است که این دین رو ما کامل شاملی در جامعه خود پیاده بکنیم اما یک قسمتی از دین رو بگیریم یک قسمتی رو رها بکنیم این گونه اعمال این گونه کارها فقط سبب این میشه که اون صد سالم دعوت بکنه دعوتش به جایی نمیرسد سیاست مدار ما مبارز ما هزار سالم مبارزه بکند او هم به جایی نمیرسد دیدیم در خیلی از کشورها اینا رو دیدیم ببینید امروز مبارزین ما کسانی که مبارزه حقوقی میکنن مبارزه سیاسی میکنن اعتمادشان به کی است به غرب که فکر میکنن توسط دموکراسی توسط این شعارهای توخالی که در غرب داده میشد اینا یک روزی میتوانند در کشورشان به قدرت برسند همین تجربه را در افغانستان دموکرات های افغانستان کردند 20 سال آمدن در افغانستان حکومت کردند آخرش یک شبه غرب ولشان کرد برای طالبا تک و تنها کرد هیچ به دادشان هم نرسید چون اونها باور کنید در اولین فرصت میفروشند در اولین قدم به خاطر مصالح خودشان شمارم را میفروشند دموکراسی را میفروشند حقوق بشر را میفروشند و هیچ چیزی هم برایشان مهم نیست چون یک دکتر رو مهم است اینجا باید خدمتون عرض بکنم که دموکراسی یک دین است مانندی که اسلام یک دین است درست اسلام از خودش ارکان داره شروط داره کلمه میگی در اسلام داخل میشی پنج بنای اسلامی از فلان دموکراسی هم همینطور است وقتی در دموکراسی داخل شدی باید به اسلام کفر ببرزی وقتی که به اسلام کفر نورزی کافر نشوی وقتی که الله مطال میگوید که ولن ترزا انک الیهود و النصارا حتی تتبع ملتم یهود و نصارا از تو راضی نمیشوند تا وقتی که تو یهودی و نصرانی نشوی از تو راضی نمیشوند کلام الله حق است باور کنید این در صد سال گذشته همین حرکت های آزادی بخش و دموکراسی تعلب و که در با فکر غربی جدای دین از سیاست در غرب کار کردن توسط غربی ها به قدرت رسیدن کدامشان توانستن جامعه خودشان را بسازن به ملتشان خدمت بکنن یا تا امروز نوکر اونها هستند یا اگر خواستن یک کمی به فکر دین به فکر ملت شون اونها رو چیکار کردن از بین بردن و اون عالمی که فکر میکنه که بدون رسیدن به قدرت بدون داخل شدن در سیاست بدون مبارزه بدون خون دادن بدون زندان رفتن بدون شهید شدن می تواند که دین رو به مردم برساند اسلام رو پیروز بکند این هم در, هوا و هوس زندگی می کند. امکان ندارد چون شما هر چقدر زحمت بکشی امروز هزار نفر عالم دین بیاید در تاجیکستان کودکان ما را ببرد در مساجد بر اینها تعلیم دین بدهد شب که خانه برگشتن تلویزیون ها رو که روشن کردن با یک کلیپ پنج همه چیز حکومت خراب میکنه چون طبیعت انسان این است که انسان به طرف شهوات به توسط لذت های دنیا به طرف اینها گرایشی بیشتر دارد تا به طرف دین تا که شما فرمودید یک خواننده است یک میلیون نفر برنامه شو میبینه یک عالم میدین صحبت میکنه هزار نفرم نمیبینه این طبیعت بشر است این طبیعت بشر است که به توسط به طرف شهوات به توسط به طرف لذت های دنیا میل داره این انسان شیطان همیشه در وجود انسان وجود داره و انسان را وسوسه میکنه به طرف این مسائل